سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم با هم دیگه روش صحیح نشستن پشت ساز و مضراب زدن رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول از همه ممنون میشم که کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب دوستان، یکی از مواردی که توی نوازندگی بسیار اهمیت داره روش صحیح نشستن هست موقع نوازندگی. و حالا سازهایی که ما باید توی دستمون بگیریم روش صحیح دست گرفتنش هست، یا مثلا برای سنتور نشستن پشت ساز بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه یک نوازنده حالا بسته به مقدار تمرینش روزانه 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت یا بیشتر رو نشسته و داره ساز میزنه و تمرین میکنه، اگر که روش نشستنش و حالت بدنش اشتباه باشه توی طولانی مدت قطعا به بدنش آسیب میزنه و این رو زمانی میفهمه که دیگه کار از کار گذشته. پس خیلی مهمه که از ابتدا کسی که میخواد نوازندگی رو شروع کنه عادت کنه که به فرم صحیح پشت ساز بشینه. اولین نکته ای که برای نوازندگی سنتور اهمیت داره اینه که وقتی که ما میخواییم بشینیم روی صندلی، حتما نیمه جلوی صندلی بشینیم. یعنی نباید ما روی صندلی که نشستیم عقب بشینیم، تکیه بدیم، چون این باعث میشه که تسلطمون روی ساز کم بشه و کمرمون توی حالت راحتی نباشه. پس نیمه جلوی صندلی میشینیم، پاهامون باید کاملا صاف و روی زمین باشه، زانوهامون باید عمود باشه که بخشی از وزن بدن رو بندازیم روی پاهامون. حتما صاف میشینیم موقع نوازندگی، قوز نمی‌کنیم، چون میگم تمام اینا شاید توی مدت کم تاثیرش رو شما متوجه نشید، ولی اگر که زمان زیادی شما به این شکل بشینید آسیب می‌بینید و این آسیبه دیگه بعضی وقتا جبران ناپذیره. پس اینو لطفاً از همین الان عادت کنید که پشت ساز که می‌خواید بشینید حتما این موارد رو رعایت کنید. صاف نشستن بسیار مهمه. نکته بعدی که باید بهتون بگم اینه که همیشه سعی کنید بدنتون توی حالت راحتی باشه، یعنی عضلات ریلکس و شل باشه، ماهیچه ها منقبض نباشه، سفت نباشه. این انقباضه هم خیلی آسیب زننده است و این رو هم باز دوباره خیلی وقتا ما موقع تمرین خودمون متوجهش نمیشیم، اما بعد از چند ماه تمرین میبینیم که مثلا دستمون درد گرفته، گردنمون درد گرفته، پامون درد گرفته و وقتی بهش دقت میکنیم میبینیم که توی زمان تمرینمون بدون اینکه خودمون متوجه باشیم عضلات رو سفت میکردیم و این باعث شده که عضلاتمون آسیب ببینه. این از نشستن پشت ساز. نکته دیگه ای که هست فاصله شما از ساز و ارتفاع ساز هست. توجه داشته باشید که شما سنتورتون رو روی میز که میذارید ارتفاع میز باید جوری باشه که وقتی که شما صاف نشستید و مضراب ها رو روی سنتور گرفتید، آرنج شما باید یه زاویه به سمت پایین داشته باشه، یعنی دستتون اینجوری نباید بالا باشه. یعنی ارتفاع میز اگر زیاد باشه، دستتون اینطوری باشه، هم تسلط ندارین، هم این خودش باعث انقباض توی این عضله ها میشه. پس میز رو یه مقدار پایین میذارید جوری که وقتی که در صاف نشستید و مضراباتون رو روی ساز گرفتید، آرنجتون یه زاویه تقریبا به سمت پایین یا صاف داشته باشه. اینو بهش توجه کنید. نکته بعد فاصله شما از ساز هست. میز رو شما باید توی یه فاصله بذارید که وقتی که نیمه جلوی صندلی نشستید و صاف نشستید، مضرابا رو که دست گرفتید سر مضرابتون روی خرک سوم که نوت سل هست باشه. یعنی یه فاصله اینجوری باید از ساز داشته باشید. اگر که فاصله شما کم باشه، یعنی مثلا شما اینجوری بشینید، خب اینجاها رو راحت میزنید، ولی وقتی میخواید بیاید پایین نمیتونید اینجاها رو بزنید، یا اگر دور باشه از خودتون ساز مجبورید برای اون بالاها خم بشید روی ساز. پس فاصله استاندارد شما اینجوریه که وقتی که صاف نشستید و مضراب رو دست گرفتید، سر مضرابتون روی خرک سوم باشه. اینجوری دیگه روی تقریبا همه جای ساز مسلطید. دقیقا باید سنتور رو جوری تنظیم کنید که وقتی نشستید شما وسط قرار گرفته باشید که به تمام قسمت ها دسترسی داشته باشید. نیازی نباشه که مثلا وقتی میخواید سیمای زرد رو بزنید اینجوری بیاید این و یا اون طرف به مشکل بخورید. اینم از این. نکته بعدی که باید بهتون بگم در مورد روش دست گرفتن مضراب. دوستان این خیلی نکته مهمیه، خیلی اهمیت داره که شما مضراب رو چطوری دست بگیرید و چطوری مضراب بزنید، چون که از همین الان که دارید شروع میکنید هم روی کیفیت ضربه هاتون تأثیر داره. یعنی
دقت ضربه هاتون، صدایی که از ساز در میارید و هم کنترل مضراب ها مهمه. یعنی شما باید مضراب رو جوری دست بگیرید، حالا روش صحیحش رو بهتون میگم، که وقتی شما ضربه میزنید در تمام مدت حرکت مضراب از بالا به پایین و برعکس که میاد بالا، کاملا کنترل مضراب دست شما باشه که بعد توی قطعات سرعتی یا توی قطعات حرفه‌ای که میزنید بتونید اینو کنترلش بکنید. این خیلی نکته مهمیه. خب بریم ببینیم مضراب رو چطوری باید دست بگیریم. همه مضراب ها به این شکل یه حلقه دارن و یه دوم دارن. خب یه قسمت ساقه و سر مضراب هم هست که اینجا برای ضربه خوردن روی سیمه. این قسمت حلقه جاییه که انگشت اشاره شما باید داخل این قرار بگیره. پس انگشت اشاره رو داخل حلقه میذاریم، سه تا انگشت دیگر رو زیر دوم مضراب میذاریم و توی این قسمت هلالی شکل مضراب شست ما باید به این شکل قرار بگیره. این روش صحیح دست گرفتن مضرابه. همیشه تمام انگشتای ما، یعنی هر 5 تا انگشت، باید مضراب رو لمس کنن. به این توجه کنید، همونطور که اول ویدیو هم گفتم، ما همیشه باید مواظب این نکته باشیم که عضلاتمون منقبض نشه، ماهیچه ها سفت نشه. توی دست گرفتن مضراب هم اینو باید رعایت کنیم. ما فشار زیادی به مضراب نمیدیم که این ماهیچه ها سفت بشن، این عضله ها سفت بشن، شستمون تو فشار بره، اینجوری برگرده. اینا همه اشتباهه. شما باید انگشتا همه شل باشه، ماهیچه ها ریلکس باشه، جوری مضراب رو دست بگیرید که فقط انگشتا مضراب رو لمس کنه، هیچ فشار اضافی نمیده. هر دو تا دستمون مثل هم دیگه است، هم دست راست هم دست چپ. انگشت اشاره توی حلقه، سه تا انگشت زیر دوم مضراب، شست توی این قسمت هلالی قرار میگیره. حالا روش حرکت مضراب رو میخوام بهتون بگم. این بسیار نکته مهمیه. هر کسی به یه سبک خاصی ساز میزنه، اما چیزی که حالا بعد از سالها تحقیق و تمرین به دست اومده و چیزی که حالا معمولا اکثریتش دیگه رسیدن که این روش بهتری هست برای مضراب زدن و خود من هم توی این مدتی که تمرین میکردم به نظر این بهترین روش هست، اینه که ببینید توی تمرین به هیچ عنوان از انگشتتون برای حرکت مضراب استفاده نکنید. یعنی موقع ساز زدن اینجوری مضراب نمیزنید، این اشتباهه. توی خیلی از کتابا نوشته حرکت مضراب باید از مچ باشه. خب به نظرم این کلمه مچ همینجا یه ذره‌ای گمراه کننده است، به خاطر اینکه ما مچ رو اینجوری حرکت نمیدیم. این حرکت باز حرکت اشتباهیه. حرکت از آرنج هم حرکت اشتباهیه. حرکت صحیحی که بهترین صدادهی رو به ما میده، حرکتیه که از چرخش ساعد به وجود میاد. یعنی درست مثل وقتی که شما یه پیچی رو سفت میکنید، این حرکتی که توی ساعدتون هست خیلی حرکت خوبی، هم کنترل خوبی داره، هم قدرت خوبی داره، هم سرعت خوبی داره. حالا برای اینکه این حرکت رو بهتر متوجه بشید که چطور باید اتفاق بیفته، این حرکت رو اگر انجام بدید، یعنی دستاتون رو به هم دیگه بچسبونید، یه ذره بازوها رو از بدن فاصله بدید که این زاویه توی مچ شما به وجود بیاد به این شکل. بعد انگشت ها رو به این شکل به سمت بالا و پایین بیارید. این حرکتی که الان توی ساعد شما هست، حالا اگر که توی دست من ببینید، این دقیقا همون حرکتیه که ما میخواییم. یعنی این زاویه مچ بسیار مهمه و بعد چرخش ساعد. چون نگاه کنید، اگر من مضراب اینجوری دست بگیرم و ساعدم رو بچرخونم، این سر مضراب فقط اینجوری میشه، یعنی حرکت نمیشه. برای اینکه این درست بشه باید این زاویه ها رو درست کنیم. یعنی یه ذره دست ها رو از بدن فاصله بدیم، زاویه مچمون رو درست کنیم به این شکل و حالا این چرخشه تبدیل میشه به ضربه. سر مضراب صاف میاد بالا، ضربه میزنه و بعد دوباره برمیگرده بالا توی هر دو تا دستمون. چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که دست راست و چپ شما باید کاملا قرینه هم دیگه باشه. این اصل قرینگی رو توی نوازندگیتون خیلی رعایت بکنید، چون خیلی موثره هم از نظر زیبایی نوازندگی شما. یعنی کسی که از روبرو نگاه میکنه اگر دستای شما مثل هم حرکت نکنه خیلی جالب نیست، و هم از نظر اینکه بتونید شما قطعات حرفه‌ای‌تر رو اجرا بکنید، لازمه که این دو تا دست شما دقیقاً قرینه هم دیگه باشه. یعنی مثلا دست چپ شما اینجوری انگشتاش کشیده نباشه، دست راست اینجوری انگشتا گرفت باشه، یا برعکس، یا حالا هر نوع دیگه. این دو تا دست شما باید کاملا قرینه باشه. برای شروع تمرین ها
حتما یا جلوی آینه تمرین کنید یا از خودتون ویدیو بگیرید و ویدیو رو نگاه بکنید. جلوی آینه بهتره، به خاطر اینکه شما همون لحظه که دارید تمرین میکنید ایرادهای دستتون متوجه میشید و میتونید اینو برطرفش بکنید، چون از روبرو بهتر متوجه ایرادها میشید. خب اینم از روش صحیح دست گرفتن مضراب. مطلب بعدی رو که باید بهتون بگم اینه که چطوری مضراب باید روی سیما بزنه و صدای ساز رو در بیاره. همه مضراب‌ها یه قسمت به این شکل هلالی شکلی داره، منحنی شکلی داره، که با این قسمت مضراب شما باید روی سیم ضربه بخوره. این قسمت مضراب. سر مضراب که نمیخوره، چون سر مضراب رفته بالا، خیلی ها اونه فکر میکنن باید با انتهای مضراب بزنن، در صورتی که اگر شما با انتهای مضرابتون روی سیم ضربه بزنید سر مضرابتون میخوره رو سیم بالاتر و اون صدای شفافی که میخواید رو نمیتونید از سازتون در بیارید، یه صدای اضافه ای توی سازتونه. پس این قسمت مضراب، یعنی درست قبل از اون قسمتی که به سمت بالا رفته، باید روی سیم ضربه بزنه. ضربه‌ای که مضراب روی سیم میزنه درست مثل توپ که میخوره زمین خیلی زود بلند میشه، اینم باید زود بلند شه. یا وقتی مثل وقتی که ما به یه جسم داغ ضربه میزنیم زود دستمون رو میکشیم، مضراب هم باید خیلی زود از روی سیم بلند شه که صدای سیم رو خفه نکنه و صدای شفاف و خوبی بهمون بده. آخرین نکته در مورد ضربه زدن اینه که مضراب شما باید توی فاصله تقریبا 4 تا 5 سانتی متری خرک فرود بیاد. اگر شما خیلی نزدیک به خرک‌ها ضربه بزنید، یه صدای تاقه اضافه‌ای همراه با ضربه مضراب شما منتقل میشه، یه صدای مثل این. و اگر خیلی هم از خرک فاصله بدید، با سیم‌هایی که از سمت سیم‌های زرد میاد برخورد می‌کنه و اون صدای شفاف رو نداریم. پس تقریباً 4-5 سانتی متری خرک بهترین جا هست، هم برای ناحیه سیم‌های زرد، هم برای ناحیه سیم‌های سفید و هم برای ناحیه پشت خرک. هر سه تا ناحیه وقتی می‌خوایم ضربه بزنیم تقریبا 4-5 سانتی از خرک فاصله میدیم، بعد ضربه میزنیم. خب حالا من میخوام یه چند تا ضربه بزنم که شما روش صحیح ضربه زدن رو متوجه بشید. مثلا با دست راستم میخوام روی خرک سوم سنتور که نوت صلح هست ضربه بزنم. خب زاویه های دستم رو درست میکنم، یه ذره دستم از بدن فاصله میدم که این زاویه ها درست شکل بگیره. حالا ساعد رو میچرخونم به این شکل، دستم میاد بالا، سر مضراب میاد بالا، میاد پایین، با این قسمت مضرابمون با فاصله 4-5 سانتی متری خرک ضربه میزنیم، مضرابمون سریع برمیگرده بالا، مثل توپ که میخوره زمین زود باید برگرده بالا به این شکل. یا مثلا روی نوت 2 اگه بخوام بزنم، باز دوباره اون فاصله رو رعایت میکنم. اگر روی سیمای زرد بخوام بزنم، این ببینید دقیقاً مضرابمون باید کاملا صاف باشه. اگر که این زاویه‌ها درست نباشه، ببین مثلا مضرابمون اینجوری کج میشه و اون صدایی که می‌خوایم رو بهمون نمیده. پس زاویه‌ها رو درست می‌کنیم و فرقی نداره چه با دست راست چه با دست چپ، به همین شکل حرکت می‌کنیم، دستمون ضربه می‌زنه. و نکته بعد این که وقتی که می‌خوایم بیایم رو سیمای زرد یا می‌خوایم بیایم رو سیمای پشت خرک، مضرابمون نباید اینجوری کج بشه، مایل نباید بشه. مضراب همیشه باید عمود باشه روی سنتور. حرکت ما توی این قسمت‌های زرد و پشت خرک هم حرکت از بازو هست، یعنی دستمون به این شکل حرکت می‌کنه، هم یه مقدار بدنمون یه ذره حرکت می‌کنه. و وقتی می‌خوایم بیایم سمت راست ساز رو سیمای زرد، یه مقدار وزن بدن می‌افته روی پای راست، همون چیزی که اول ویدیو توضیح دادم. وقتی که می‌شینیم گفتم باید زانوهامون مثل ستون باشه که وزن بدن رو یه بخشش رو بندازیم روی پاهامون. حالا وقتی می‌خوایم بریم رو سیمای زرد، وزن بدن رو یه مقدار روی پای راست می‌ندازیم، دستمون هم یه مقداری به سمت راست میاد که وقتی می‌خوایم اینجا ضربه بزنیم هم زاویه ساعدمون عوض نشه، هم اینکه مضرابمون کج نشه، یعنی مضرابمون عمود باشه روی ساعد. روی قسمت پشت خرک می‌خوایم بریم دقیقاً برعکس، یعنی یه بخشی از وزن بدن میفته روی پای چپ، یه مقدار بدنمون میاد، یه مقدار دستمون میاد و به این شکل ضربه می‌زنیم، ولی مضرابمون همیشه عموده روی ساعد. به این شکل ضربه نمیزنیم، چون اینجوری دقت ضربه زدنمون میاد پایین و اون زاویه ها به هم میریزه و کیفیت ضربه هامون خراب میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. توی ویدیوهای بعدی آموزش نوازندگی رو با هم دیگه شروع میکنیم. ممنون که کانالمون سابسکرایب میکنید، این پست رو لایک میکنید و نظرات و سوالاتون رو برام کامنت کنید.